سلام عرض میکنم محضر برادر بزرگوار حضرت آقای اهلالهی عزیز. علیکم السلام، خدا به شما سلامتی عنایت کنه. بفرمایید. سلامت باشین آقا. من بیننده اولتون به گمانم بود که در خصوص بحث وحدت نزد این جماعت انقلابی سوال کرد از شما که اینا وحدت منظورشون چیه. حضرت عالی هم به اون صحبت‌های آقای هاشمی رفسنجانی اشاره کردین که حالا بنده اگر اجازه بدیم میخوام یه جمله از امام آقای رفسنجانی یعنی آقای خمینی، یه متنیه که بارها شده بنده این اونور صحبتم که میشه پیروان اینا به عنوان دلیل، چون امام ایناست دیگه، اینا معصومه، اینو به عنوان دلیل میان. میگن بنده با آدرس دقیق عرض کنم تا رو خدا ببینید، چون فقط بحث براءت و اینا نیست، اینا با ولایت امیرالمومنین مشکل دارن. این صریح صحبت آقای خمینی، میگه امروز سر ولایت امیرالمومنین علیه السلام اختلاف کردن خیانت به اسلام است. لا. امروز این حرفها رو طرح نکنید. اینو در صحیفه حالا خدا آقای خمینی تو جلد 8 صفحه 481 این مطلب رو میگه. من یه بار دیگه اینو بگم، میگه امروز سر ولایت امیرالمومنین علیه السلام اختلاف کردن خیانت به اسلام است. امروز این حرف ها رو طرح نکنید. یعنی این ادعایی که اینا مطرح میکنن فقط بحث تولینی، اینا با همون تولیش هم که شما فرمودید مشکل دارن و اینو با صراحت پیروانش میان به عنوان دلیل مثلا ارائه میدن امروز. و شما درست فرمودید، من فقط چون به هاشمی رفسنجانی اشاره کردیم بعد ندیدم تماس بگیرم. اینو محضرتون خدا خیرتون، سلامت باشین، خدا حافظ شما، عزت زیاد، استفاده کردیم. بله بله بله، خیلی جالب. افکار آقای خمینی افکار بله شیعی نبود بنده خدا، اینم التقاطی بود. یعنی یک چیزهایی از ابن عربی گرفته، یک چیزهایی هم مثلا از شیعه در ذهنشه. بله، اما افکار سیاسیش قطعا 100%، نه اینکه التقاطی باشه، افکار سیاسی ایشان 100% افکاری بود که بله اخوانی، کاملا اخوانی. یک کسی نویسنده ای هست در لندن، آقای امیر طاهری، او مدیر کل مؤسسه کیهان بود در زمان شاه. مؤسسه کیهان، روزنامه کیهان، چند نوع روزنامه داره، کیهان برای بچه ها، کیهان برای سیاست مثلا، اون کیهان یک معروف ایرانی ها میشناسن، او مدیر کل اون بود تا زمان انقلاب. بعد از انقلاب ایران در همون اوائل او یک کتابی نوشت به نام روح خدا در زبان انگلیسی. این کتاب نمیدانم به زبان فارسی ترجمه شده یا نشده، اونجا ایشان تصریح داره. این آقای امیر طاهری، حالا من نمیدانم مصدر ایشان، منبع ایشان چیه. خب کسی که رئیس مؤسسه کیهان باشه او منابع زیاد داره. حالا این حرف را راست گفته یا دروغ گفته، الله اعلم، من نمیدانم، شایدم دروغ گفته، خدا میدانه، مسئولیت به دوش ایشانه. ایشان در اون کتاب خود میگوید که نواب صفوی بله کسی بود که منبع افکار سیاسی آقای خمینی، نواب صفوی بود. نواب صفوی جلسات خصوصی خیلی زیاد با آقای خمینی داشت، با آقای خمینی ساعت ها می نشستن صحبت می کرد و به او یاد می داد. و بینندگان محترم، نواب صفوی اخوانی 100% بود. یعنی نه این بود که چی باشه، فقط اخوانی ها را مثلا دیده با اونا یک سلام علیک داشت، اخوانی 100% بود. این شما اگر در وبسایت های اخوان المسلمین برید امروز، عکس های خیلی زیاد از نواب صفوی اونجا موجوده که نواب صفوی را تقدیر میکردن، عزت میکردن، میامد اونجا در فلسطین رفته سخنرانی کرده، در بیت المقدس سخنرانی کرده. یعنی بیت المقدس قبل از سال 67 دست اسرائیل نبود، میدانید دیگر شما، اونجا رفته سخنرانی کرده. در قاهره بارهای متعدد با سران مؤسسین اخوان المسلمین اونجا نشست داشته، گفتار داشته. خب خیلی واضح و روشنه که افکار اینها کاملا افکار آقای نواب صفوی موافق با افکار کیست، افکار جناب اخوان المسلمین. و بعد این میامد در ایران سخنرانی میکرد و آقای خامنه ای مثلا در کلماتش این که چقدر از او قدردانی میکرده، بله، از نواب صفوی معلومه که میگوید من به شدت تحت تأثیر افکار نواب صفوی بودم، چون نواب صفوی میامد در اونجا در مشهد برای طلبه ها سخنرانی میکرد، در قم برای طلبه ها سخنرانی میکرد. بله، و او افکار اون همون افکار انقلابگری اخوان المسلمین بود که مسلمان ها چرا ذلیل باشن، مسلمان ها این 55-56 کشور جهان شوروی مثلا استعمار میکنن، امریکا هم از اینا استفاده میکنن، چرا بله
بله، چرا این کار اتفاق بیفته؟ بینندگان محترم، این صحیفه امام برادر عزیز ما خوب آدرس دادن، صحیفه امام فرقه دجالیه، مجموعه آثار آقای خمینی، بیانات، پیام، مصاحبه ها، احکام، اجازات شرعی و نامه ها، جلد هشتم، سخنرانی ها و حرفایشان از خرداد 58 تا تیر 58. بله، در اینجا بینندگان عزیز که این چاپ کجاست؟ مؤسسه نشر و آثار خودشونه، مؤسسه مرکز پخش خیابان تهران، خلاصه اونجا. این صفحه 481 هست، صفحه 481. امروز سر ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام خیانت کردن، علیه السلام هم نگفته، امروز سر ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام ما میگیم اختلاف کردن خیانت به اسلام است. امروز این حرفا را طرح نکنید، همه توجه به این معنا داشته باشید که این سرنوشتی که بناست برای ایران تحقق پیدا کند خوب باشد. با اعمال شما نباد، با اعمال شما نبادا اسلام فراموش بشود، با اعمال شما مبادا، مبادا را نبادا گفتهشون، نبادا اسلام دفن بشود. یعنی اسلام و ولایت امیرالمؤمنین اصلا دو چیزه. ولایت امیرالمؤمنین اصلا را مطرح نکنیم تا اسلام دفن میشه. آقای خمینی تو کجایی بنده خدا؟ اینجا گفته دست بردارید از نادانی تا شما را تحریک نکنند آنهایی که با اسلام دشمنند، خیانت به اسلام نکنید. این تفرقه امروز خیانت به اسلام است با هر اسمی که باشد. امروز سر ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام اختلاف کردن خیانت به اسلام است. خب سر ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام اختلاف کردن خیانت به اسلام هست. آفرین آقای خمینی، دست درد نکنه، ثابت کردی که تو فکر، تو فکر شیعی نیست. بله، این سخنانیشان تاریخش کجا هست دوستان عزیز؟ در کدام جا گفته؟ اینه، این سخنانیشان اینه، سخنرانی 15 تیر 58، مکان قم، موضوع ایمان و اتحاد بین اقشار جامعه، حضار اقشار مختلف، دانشجویان دانشکده حقوق، حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران. بله، 15 تیر 58. خدا خیرتون بده برادر عزیز، دست درد نکنه آقای خمینی. بله، و حق و انصاف که آقای رفسنجانی پیرو شما هست، آقای خامنه ای واقعا شاگرد وفادار شما هست.